سلام دوستای عزیزم، بریم که با هم دو تا ترکیب گوشتی و مرغی فوق‌العاده خوشمزه برای ساندویچ رویایی بابان درست کنیم. برای درست کردنش باید گوشت سینه مرغ و گوشت مغز رانگوساله رو به تکه های لقمه‌ای تقسیم کنیم. برای اینکه راحت‌تر مزه دار بشه و داخل ساندویچمون به راحتی جا بشه، گوشت گوساله رو که حتی میتونید اگر دوست داشته باشین از گوشت گوسفند به جاش استفاده کنید، بهتر نیمه فریز کنید تا راحت‌تر بتونید به قسمت‌های باریک تقسیمش کنید. و از اون مهمتر اینه که گوشت رو برخلاف بافت گوشت ببرید که گوشتتون حالت لاستیکی و سفت پیدا نکنه و به راحتی تو مدت زمان کوتاه پخته بشه. برای مارینیت گوشت مرغ، یک پیمانه شیر رو به همراه یک قاشق غذاخوری آب لیمو با همدیگه توی میکسر چند دقیقه میکس میکنیم. بعد داخل ظرف میریزیم و تکه های مرغ رو بهش اضافه میکنیم. روی ظرف رو میپوشونیم و حداقل 2 ساعت داخل یخچال استراحت میدیم. این مارینیت باعث میشه تا تکه های مرغمون بسیار خوش طعم و لطیف بشن. بعد از 2 ساعت استراحت داخل یک ظرف دیگه یک پیمانه آرد سفید، نشاسته ذرت، نمک، پول بیبر، پاپریکا، آویشن، زردچوبه و فلفل سیاه رو با هم مخلوط میکنیم. مرغ ها رو از داخل مارینیت باتر کریم در میاریم و داخل آرد میندازیم. کمی مرغ ها رو بالا پایین میکنیم تا دور همه مرغ ها پوشش آرد و ادویه بگیره. اگر دوست داشتین حالت سوخاری مرغ ها بیشتر باشه، میتونید یک بار دیگه داخل باترکریم بزنید. فقط این دفعه مرغ ها رو داخل محلول نندازید و فقط چند ثانیه‌ای با دستتون نگه دارین و سریع بیرون بیارید. و برای آرد مالی کردن کافیه که مرغ ها رو توی آرد کمی بالا پایین بندازید و به آرومی تکونش بدید. اصلا نباید به سطح آرد فشارش بدید. بعد هم مرغ ها رو به مدت 5-6 دقیقه توی روغنی که از چند دقیقه قبل روی حرارت متوسط گذاشتیم تا مغز روغن حسابی داغ داغ بشه سرخ میکنیم. برای درست کردن یه سس محشر، عسل، سس خردل، سس چیلی و سس کچاپ رو با هم مخلوط میکنیم. و برای درست کردن ساندویچ فوق‌العاده با اوبان از این سس خوشمزه زیر و روی تکه های سوخاری شده مرغ قرار میدیم یا کلن مرغ هامون رو داخل این سس میغلطونیم و بعد داخل ساندویچ قرار میدیم. و روی سس حتما کنجد و یا بادام زمینی خرد شده و توست شده میریزیم. یعنی نگم از طعمش، حتما باید امتحان کنید تا ببینید چه ترکیب محشری میشه. برای درست کردن ساندویچ گوشت، برش های گوشت رو با کمی روغن و کره سرخ میکنیم. بعد گوشت ها رو از ظرف بیرون میاریم و داخل همون ظرف پیاز ساتوری شده رو سرخ میکنیم. بهش پول بیبر، زردچوبه و پاپریکا اضافه میکنیم. کمی سرخ میکنیم و بعد 2 قاشق سوپخوری سس سویا و 1 قاشق مرباخوری شکر قهوه‌ای اضافه میکنیم. کمی که طعم ها با هم مخلوط شد، روش آب جوش میریزیم و گوشت های سرخ شده رو بهش اضافه میکنیم. صبر میکنیم تا گوشت کامل بپزه و آب گوشت کم و غلیظ بشه. همه مواد مونده کف ظرف رو با هم میکس میکنیم. داخل ظرف دیگه 20 گرم کره میریزیم، نوک قاشق آرد بهش اضافه میکنیم. ادویه ها شامل پودر پیاز، پودر سیر، نمک و فلفل سیاه رو بهش اضافه میکنیم و بعد
آب گوشت میکس شده رو بهش اضافه میکنیم، چند دقیقه روی حرارت به هم میزنیم و بعد از روی حرارت برمیداریم. ترکیب آب گوشت متناسب با ذائقتون سس چیلی اضافه میکنید و بعد داخل ساندویچ ها زیر و روی گوشت هامون از این سس چیلی فوق العاده خوشمزه استفاده میکنید. تا میتونید اگر میکس شده آب گوشتتون به قدر کافی غلیظ بود با کره و آرد تفت ندید و مستقیم با سس چیلی مخلوطش کنید و داخل ساندویچ ها استفاده کنید و به همراه چند برش از قسمت سبز پیازچه و یک تکه پیاز قرمز این ساندویچ فوق‌العاده رو سرو کنید و در آخر با کنجد و یا بادوم زمینی برشته حتما تزئینش کنید. یعنی نگم براتون از طعم بی‌نظیر این دو مدل ساندویچ حتما درستش کنید، چون به راحتی میتونید باهاش درآمد عالی داشته باشید و همینطور در کنار عزیزانتون یه وعده فوق العاده خوشمزه رو تست کنید.